سلام و وقتتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده برای اینکه وبینار رو شروع کنیم. بچه اگر صدا و تصویر رو دارید یه تاییدیه من بدید تا مطمئن بشیم صدا و تصویر اوکی هست که بتونیم وبینار رو شروع کنیم. مجید عزیز، امیر حسین، فهام، سهیل، بسیار خیلی خب، صدا و تصویر اوکی هست، بنابراین ما ممنون از تاییدیه. اجازه بدید که تصویر کوچیک‌تر کنیم که بتونیم وبینار رو شروع کنیم. خب، امروز در مورد مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه میخوایم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم که مدیریت ریسک و تفاوت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه چیه، یعنی این دوتا چه تفاوتهایی با همدیگه دارن. خیلی در مورد مدیریت، یعنی یه تا حدی میتونیم بگیم اینا دوتا شبیه به هم هستن، ولی خب در جزئیات یه مقدار متفاوتن که حالا یه سری تکنیک‌های مختلف دارن هر کدومشون که سرمایه رو چطوری مدیریت کنیم یا ریسک رو چطوری مدیریت کنیم. تو این وبینار در مورد این مسئله میخوایم صحبت کنیم. خب بریم و شروع کنیم. راه‌های ارتباط با ما رو برای بچه‌هایی که برای دوستانی که بار اول از با ما هستن اینجا میبینید، webinars.yaratanforex.com ایمیلی هستش که برای بخش وبینارهای فارسی هستش. سوالی در مورد وبینارها، در مورد مسائل فنی دارید میتونید از طریق این ایمیل بپرسید. شماره تلفن، آیدی اسکایپ و تلگرام همین پایین هستش. همینطور iran@hotforex.com هم ایمیل بخش فارسی شرکت هاتفارکس هستش که شما میتونید با دسک فارسی سوالی در مورد واریزی، برداشتی و یا دیگه بخشایی که سوال دارید میتونید از طریق این ایمیل iran@hotforex.com بپرسید. اما این مطالب به عنوان یه پیام بازاریابی و با اطلاعات کلی فراهم شده، شامل تحقیقات مستقلی برای سرمایه‌گذاری نیست. در این پیام بازاریابی هیچ توصیه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و نباید چنین پیش‌فرضی وجود داشته باشد. همچنین خرید و فروش هیچ ابزار مالی نباید بر اساس این پیام صورت پذیرد. تمام اطلاعاتی که در این مطالب وجود دارد، مطلب وجود دارد، از منابع مشهور جمع‌آوری شده. اطلاعاتی که از گذشته جمع‌آوری می‌شوند، لزوماً شاید آینده را نشان نخواهند داد. کاربران تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر گونه سرمایه‌گذاری در محصولات اهرمی با درجه‌ای از ابهام درگیر است. همچنین موضوع هم تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر نوع سرمایه‌گذاری در این حوزه طبیعتی با ریسک بسیار بالا دارد و کاربران به تنهایی مسئولیت این را بر دوش دارند. فرض ما بر این است که در صورت سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاعات آمده در این پیام، مسئولیتی برای ضررهای احتمالی متوجه ما نخواهد بود. این مطالب نباید بدون اجازه کتبی قبلی توضیح و یا در جای دیگر مورد استفاده واقع شود. بنده امور چاکی هستم، تحلیلگر و مشاور مالی در کشور مختلف از سال 2006 تا کنون، تحلیلگر بازار در شرکت هات فارکس، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید در بازار بورس به نام های زیرو اسپرد و ترید پروسکیز. خیلی خب، بریم شروع کنیم. امروز ما می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که اصلا مدیریت پول چیه، بعد در مورد مدیریت ریسک صحبت می‌کنیم که چیه، و در بخش سوم مدیریت پول و ریسک رو در معاملات چطوری باید استفاده کنیم، و در نهایت هم سوال و جواب به پرسش‌های احتمالی شما. اما بریم ببینیم که یکی یکی چیه. ببینید بچه‌ها، من بارها در مورد بحث وقتی در مورد مدیریت ریسک میشه، این نکته ای هستش که شاید فقط میتونیم بگیم تکراریه، یعنی بارها این مسئله رو براتون تکرار کردم که و باز هم تکرار میکنم، لازم باشه بیشتر از این هم تکرار بشه، باز هم این رو خواهیم کرد، به خاطر اینکه نکته بسیار بسیار کلیدیه. ما باید بدونیم که یکی از مهمترین و شاید مهمترین نکته در این بیزنس مدیریت ریسک و سرمایه است. یعنی مدیریت ریسک و سرمایه همه چیز این بیزنسه. تا حدی میتونیم بگیم یه مدیریت ریسک خوب میتونه سیستم، شما اگر یه سیستم ترید متوسط هم داشته باشید یا سیستم ترید اونقدر هم قوی نداشته باشید، اما اگر مدیریت ریسک درستی داشته باشید، مدیریت سرمایه درستی داشته باشید، میتونید موفق باشید. ولی اگر شما بهترین سیستم معاملاتی رو داشته باشید، شما فوق‌العاده باشید در ارائه سیستم های معاملاتی، اما اگر نتونید مدیریت ریسکتون رو درست انجام بدید، سرمایه‌تون رو به درستی مدیریت کنید، مطمئن باشید که اون پوزیشن هایی که باز میکنید بر اساس بهترین استراتژی هم اگر باشه، میتونه منجر به ضرر بشه، به خاطر اینکه حجم پوزیشن یا تعداد پوزیشن ها نتونست درست رعایت بشه به دلیل عدم مدیریت ریسک یا عدم مدیریت سرمایه. ببینید مسئله‌ای که وجود داره، 90% کار ما، من بارها تکرار کردم بازم میگم، 90% کار ما مدیریت روانشناسیه، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه. یعنی ما باید بتونیم خودمون رو مدیریت کنیم، از نظر احساسات، سرمایه‌مون رو مدیریت کنیم و ریسکمون رو مدیریت کنیم. 10% باقی مونده به واقعیت دانش و معاملات، دانش معاملاتیه، یعنی تحلیل ها و غیر و غیر اینها. واقعیتش اینه که 10% و اگر ما 90% کارمون رو درست انجام بدیم، اون 10% خودش کم کم با تجربه به دست میاد. مهمترین تفاوت بین یه معامله گر تازه کار و یه معامله گر حرفه‌ای هم اینه که یه تازه کار میاد همش حساب میکنه که من چقدر میتونم سود کنم،
اما یه حرفه‌ای ریسک رو مدیریت میکنه، سرمایهش رو مدیریت کنه، میگه که من چقدر میتونم ضرر کنم، یعنی ماکسیموم میزان ضررش رو چیکار میکنه، حساب میکنه، همیشه در نظر میگیره که ماکسیموم بیشترین حد ضرری که میتونه متحمل بشه اینه. چرا؟ به خاطر اینکه هر چقدر زمان، ببین مسئله اینه که اگر شما میزان ریسکی که میتونید تحمل کنید رو، اگر این میزان ریسک رو درست مدیریت نکنید، باعث میشه حساب شما از بین بره، به قول شما کال مارجین بشین. خب شما اگر حسابتون از بین بره و در بازار نباشید که خب عملا نمیتونید موفق بشید. چرا؟ چون فرصت معاملاتی ندارید. ولی اگر شما سرمایه‌تون رو درست مدیریت کنید، ریسکتون رو درست مدیریت کنید و باز هم این فرصت رو در اختیار خودتون بذارید که در بازار باشید، نتیجه چی میشه؟ اینه که در بازار هستید، حضور دارید و در آینده میتونید چیکار کنید؟ از پوزیشن هایی که، از موقعیت هایی که در بازار هست استفاده کنید و موفق بشید. ببینید، یه برای اینکه یه درک درستی از این، وقتی میگیم عدد ها و موفقیت، یه درک درستی داشته باشیم تا اول ببینیم کجا هستیم، قدم های بعدی رو در مورد صحبت کنیم. ببینید، فرض میکنیم که شما یه حساب 100 دلاری دارید، 5 تا ترید پشت سر هم میخواید ضرر کنید. ببینید، قدم اول دو برابر کردن ریسک در هر معامله، حساب شما به سرعت صفر میشه. اینا اشتباهاتی هستش که خیلی انجام میدن. ببینید، به این صورت انجام میدیم، یعنی بگیم که مثلا اگر ما بگیم که خب در پوزیشن اول، یعنی چی؟ یعنی که ما اگه در پوزیشن اول بیایم چیکار کنیم، مثلا 5 دلار ضرر کنیم، بعد به خاطر اینکه این 5 دلار ضرر رو جبران کنیم، بیایم پوزیشن بعدی 10 دلار ریسک کنیم. بگیم که خب من 5 دلار ضرر کردم، حالا بیام میزان 10 دلار ریسک کنم تا این 5 دلارمو جبران کنم. اگر 5 تا پوزیشن پشت سر هم اتفاق میفته در بازار معاملاتی، احتمال داره ما 5 تا 10 تا پوزیشنمون پشت سر هم ضرر بشه. شما فرض کنید که اگر همین بخواید همین فرمولی که این فرمولی که میگم، به خاطر این چیز بسیار مرسومی هست، بر اساس نظر سنجی که شکل گرفته در بازار مالی، این اتفاق مرسومه که یه سری ها میان مثلا 5 دلار ضرر میکنن، 1% ضرر میکنن، 2% ضرر میکنن و بعد هر دفعه میان تو پوزیشن آیندهشون میان چیکار میکنن؟ اون پوزیشن بعدی که میخوان باز کنن رو میان 2 برابر بیشتر میکنن، به خاطر اینکه ضرر قبلی رو جبران کنن. اگر شما 5 تا پشت سر همین کار، 5 دفعه پشت سر همین کارو بکنید، با حداقل مثلا 5 دلار این کارو بکنید، در پوزیشن پنجم شما 90 دلار ضرر کردید. یعنی حساب شما در واقع بخش 75 دلار ضرر کردید. یعنی در واقع میشه چیکار کنید؟ میشه شما 25 دلار 40 دلار ببین در هفته، حالا اول 5 دلار از دست میدید پوزیشن اول 5 دلار، در پوزیشن دوم 10 دلار 20 دلار 40 دلار 40 20 60 10 70 75 دلار، اینا 25 دلار 100 دلار. یعنی در پوزیشن پنجم عملا باقی مونده حساب شما صفره. یعنی مرحله به مرحله که بریم، باقی مونده حساب شما میشه چی؟ اما اگر بیایم مثلا حالت دوم یه کار دیگه انجام بدیم، ولی مثلا بگیم که ریسک ثابت، اگر ریسک رو در به صورت ثابت نگه داریم، بگیم همون 5 دلار باشه، 5 دلار من ضرر کردم، بیام 5 دلار چیکار کنم؟ 5 دلار دیگه ریسک کنم، بخاطر اون 5 دلارمو جبران کنم و هر دفعه فقط این 5 دلار رو، اگر یعنی دو برابر نکنید، فقط همون 5 دلار رو ریسک کنید، در پوزیشن پنجم شما 75 دلار همچنان تو حسابتون پول دارید، یعنی فقط 25 دلار ضرر کردید یا 25% ضرر کردید. حالا اگه اینو بیاد کمتر کنید، 2% کنید، در پوزیشن پنجم شما ماکسیمم 10 دلار، کمتر از 10 دلار ضرر کردید. ببینید این میشه، یعنی اگر بخوام مقایسه کنیم به چه صورت میشه، یعنی اگر شما نتونید احساساتتون رو کنترل کنید و برید تون حالت اول، بعد از 8 تا پوزیشن شما تقریبا حساب، یعنی بعد در پوزیشن 4 و 5 شما دیگه حسابتون رو از دست دارید. ولی اگر یه خود بیت منطقی تر نگاه کنید، حتی با ریسک مثلا 5 دلار در هر معامله بخواید نگاه کنید، 5 تا پشت سر هم که ضرر کنید، 5 تا 5 دلار میشه 25 دلار، خب اتفاقی نمیفته، 75 دلاره و بعد مسلما خوب نیست، اما خب خیلی بهتر از اینه که شما همچنان 75 دلار دارید و خیلی بهتر از اینه که صفر داشته باشید، چون 75 دلار باز هم امکان این که این 75 به 100 برسونید وجود داره، ولی وقتی شما صفر هستید دیگه به هیچ وجه امکان این که این صفرتون رو بیشتر کنید و به 100 برسونید وجود نداره. ببینید، ما تو بحث محافظت از سرمایه وقتی وارد میشیم، ما میگیم که شما ببین مثلا این میزان شروع، مثلا شما 100 با 100 دلار شروع کردید پوزیشن چیزتون رو، حسابتون رو، درصد ضرر 5% بذارید، درصد باقی مونده میشه 95. یعنی چی؟ یعنی که شما 90، یعنی که شما اگه 100 دلار داشته باشید 5% ضرر کنید یا 5 دلار ضرر کنید، حسابتون چقدر داره توش؟ 95 دلار. شما برای اینکه این 95 دلار رو به 100 برسونید چقدر نیاز دارید؟ 5.26% این مبلغی که دارید رو، یعنی 95 دلار رو اگر اضافه کنید دوباره میشه 100 دلار. شما اگر 10% ضرر کنید، یعنی 2 تا 5% پشت سر هم ضرر کنید،
11.11% میتونید برگردونید. شما اگر این ما درصد ضرر رو اگر بیشتر کنیم، حالا ما میگیم 80% نه به معنی اینکه، یا 90% نه به معنی که تو یک پوزیشن 90% شما میدونید، یعنی میتونید مثلا 10 تا 5 دلار میشه 50%، مثلا 10 تا پوزیشن پشت سر هم 5% اگر ضرر کنید مثلا میشه 100 دلار، این کل حسابتون از 50 دلار از دست دادید، کل حسابتون میشه چقدر؟ 100% تلاشتون، یعنی به اون 50 دلاری که میشه 10 تا 5 دلار میشه 50 دلار از دست دادید، 50% 50 دلار میخواد دوباره به دست بیارید که بشه 100 دلار حساب اولتون، 100% باید تلاش کنید. ببینید این مسئله، این وقت یا اگه مثلا شما 90 دلار ضرر کنید، یا چون اینکه میگم 90 دلار، چون یه سری از دوستان هستن که این کارو میکنن، یه سری میان مثلا 90% 80% 90% 60% حسابشون رو میان ریسک میکنن. میخوام ببینم این چند تا عدد ساده است صرفا برای اینکه ببینید که ما اگر بخوایم بیش از حد ضرر کنیم، ما برای اینکه اون ضرر رو جبران کنیم، ما اگه 5% ریسک کنیم، ما برای اینکه اون 5% ریسکمون رو جبران کنیم با 5.26% ریسک میتونیم اون 5% ریسکمون رو جبران کنیم با 5% تلاش بیشتر. اما اگر ما بخوایم 50% سرمایه‌مون رو ریسک کنیم، بعد باید 100% تلاش کنیم، یعنی 100% اون حجم و اون مبلغی که داریم رو اضافه کنیم تا بشه سرمایه اولیه‌مون. این اینا رو اگر ما در نظر بگیریم، اینا صرفا برای دونستنه، صرفا برای اینکه ما قبل از اینکه پوزیشن رو باز کنیم میزان ریسکمون رو مشخص کنیم، اینا رو بدونیم. اینا رو ببینید یه سری اعداد و محاسبات ساده ریاضی که همه ما میدونیم، و بعضی وقتا ما لازمه که به این اعداد و اعداد و محاسبات ساده ریاضی نگاه کنیم. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنیم بعدا متوجه میشیم که واو آره اینطوریه. یعنی اگر ما قبلش نگاه نکنیم و پوزیشن رو باز کنیم و بریم و ضرر کنیم، بعدش وقت نگاه میکنیم چه کاری کردم. ولی اگر شما از قبلش اینا رو نگاه کرده باشید، یه دانش قبلی داشته، دانش که مسلما دانش از نظر دانش تئوری همه ما اینو داریم، مثلا اینه که یک بینش، در واقع یک کلمه شاید بهتری باشه بگیم بینش، یک دید بازتری قبل از اینکه ما پوزیشن رو باز کنیم، یه بار اینا رو مرور کنیم با خودمون، ببینیم که خب اگر من چقدر وقتی چقدر ریسک میکنم، چقدر ضرر میکنم، و برای جبران این ضرر چه کاری باید انجام بدم. این میشه بینش بالاتر داشتن. ما با یک بینش عمیق‌تر به یک مسئله نگاه کنیم، با یک بینش یه مقدار درست‌تر به یک مسئله بخوام نگاه کنیم، میشه به این صورت. بنابراین بهتره که ما این رو چیکار کنیم؟ بهتره که ما قبل از که هر کاری انجام بدیم بیایم اول نگاه کنیم و ببینیم اون کاری که میخوایم انجام بدیم، اون حرکتی که میخوایم داشته باشیم رو باید به چه صورت بررسیش کنیم، باید به چه صورت بهش توجه کنیم. بعدش ما میتونیم میزان ریسکمون رو انتخاب کنیم. اما نکته ای که حالا قبل از اینکه من در مورد فرمول محاسبه ریسک صحبت کنم، چند تا نکته است که اینا رو میگم، بعد در مورد فرمول محاسبه ریسک صحبت میکنیم و بعد میریم در مورد مدیریت سرمایه، و بعد در یک فرمول محاسبه مدیریت سرمایه هم براتون یه فرمول محاسبه مدیریت سرمایه دارم، یعنی یه فرمول برای محاسبه مدیریت ریسک براتون در نظر گرفتم، یه فرمول هم برای محاسبه مدیریت سرمایه، اینا رو میگیم. اما قبل از که به اونجا برسیم، باید یه چند تا نکته رو بگیم که یه مقدار ذهنیتمون باز بشه، بدونیم در مورد چی صحبت میکنیم تا بتونیم اون فرمول ها رو بهتر درک کنیم. ببینید بچه ها، یه مسئله که هستش، موفق ترین تریدرها بیشتر مواقع از نظر درصد خطا میان ضرر میکنن. یعنی شما اگه مثلا درصد خطا در تعداد پوزیشن ها، یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر شما 10 تا پوزیشن، مثلا خیلی از تریدرها هستن که از 10 تا پوزیشن شاید 5 تا 6 تاش ضرره، 4 یا ماکسیمم 5 تاش فایده است. اما اون افراد موفق چطور با اینکه از 10 تا پوزیشن 5 تا 6 تاش ضرره، چرا همچنان فایده میکنن؟ چرا همچنان با اینکه تعداد پوزیشنایی که ضرر میکنن خیلی وقتا بیشتر از تعداد پوزیشنایی که فایده میکنن؟ دلیل فایدهشون پس چیه؟ یعنی چرا در نهایت در آخر روز، حالا در آخر معاملات بازم رو فایده هستن؟ به خاطر اینکه ضررها رو مدیریت میکنن، ضررهای خودشون رو یا استاپلاس ها رو درست مشخص میکنن، مدیریت ریسکشون درسته، میان ضررها رو طوری انتخاب میکنن که اگر 5 تا هم ضرر بشه اتفاقی نیفته، ولی با یک دونه فایده بتونن 5 تا ضرر رو جبران کنن. اما برعکسش، ما معامله گرای در واقع تازه کاری که داریم بلد نیستن، هنوز با این سند درست آشنا نیستن، برعکسن دقیقاً. یعنی میان مثلا میگن از 10 تا، میگن که نه عملا این اتفاق میفته، از 10 تا پوزیشن 7 تا 8 تاش فایده میشه، 2 تا 3 تاش ضرر میشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که اون 2 تا ضرره، 3 تا ضرره، تمام اون 7 8 تا ضرره، حتی بعضی وقتا یک دونه ضرر، تمام اون 7 8 تا فایده ای که انجام شده رو از بین میبره. نکته این همینجاست بچه ها. ببینید هیچ موقع روی، یعنی اصلا مهم نیست که شما از چند درصد پوزیشناتون فایده میشه یا ضرر میشه، درصد از نظر تعداد پوزیشنایی که
به استاپلاس میخوره یا تعداد پوزیشن هایی که به تیک پروفیت میخوره. این مهم نیست، مهم اینه که ما اون حجم که به استاپلاس خورده چقدر، یعنی مهم اینه که ما چند پیپمون رفته تو ضرر و چند پیپمون رفته تو فایده. این نکته نکته مهمه، وگرنه بحث چیز که مهم نیست، وگرنه بحث استاپلاس بحث چیزی که مهم نیست، بحث تعداد یا درصد پوزیشن هایی که مثبت شده یا منفی شده این اصلا مطرح نیست، این اصلا مهم نیست. نه اینکه اصلا مهم نباشه، این اولویت بعدیه، یعنی اولویت های بعدی اینه. اولویت اول ما میزان که ما در فایده یا در ضرر قرار داریم. ببینید نکته دوم اینه که در افراد وقتی شما کم کم که تجربه داشته باشید به مرور زمان متوجه میشید که باید چیکار کنید. افراد موفق اگر میخواید تو این بیزنس موفق بشید، شبیه افراد موفق بکنید، شما باید بتونید که ضررها رو قبول کنید. قبول کردن ضرر یعنی چی؟ یعنی وقتی شما توی پوزیشنی هستید 5 دلار 10 دلار تو ضرر هستید، قبول کنید اون ضرر رو. ما خیلی وقتا باید ضرر رو قبول کنیم و از پوزیشن خارج بشیم، نباید با بازار ریسک لج بازی کنیم، بگیم که خب ضرر شده من وای میسم تا این مثبت بشه. این دیگه مثلا تا اینجا رفته پایین تر، الان دیگه برمیگرده، الان دیگه برمیگرده، هی میره پایین یا هی میره بالا، ما میگیم الان برمیگرده. حالا تو پوزیشن برعکس خرید و فروش نیاز نیست این کارو بکنیم. ما بعضی وقتا یک ضرر کم رو باید قبول کنیم و از پوزیشن بیایم. حالا من الان یه مثال برات، یک از بچه‌ها برام فرستاده بود، خیلی جالب بود، من مدت‌هاست اینو نگه داشتم براتون اون مثال رو نشون میدم، اسکرین شات پوزیشنای دوستمون رو، یکی از معامله‌گر، یکی از بچه‌ای که تو همین وبینار شرکت می‌کردم فرستادم برام. نکته همینه، نکته اینه ما باید بعضی وقتا قبول کنیم ضرر رو، ما بعضی وقتا شکست رو قبول کنیم. ما اگه شکست رو قبول این ببینید بچه، وقتی من میگم شکست رو قبول کنیم تا بتونیم موفق بشیم، این شکست رو قبول کردن فقط در ترید نیست، ما تو زندگیمون هم همینطوری هستیم، ما تو روابطمون هم همین هستیم، ما توی درس خوندنمون هم همین هستیم. مثلا خیلی ساده، بعضی دانشجو میرن یه رشته انتخاب میکنن، شاید بعضیاتون دانشجو شید، میرید یه رشته انتخاب میکنید میبینید که از اون رشته خوشتون نمیاد، باید برید یه رشته دیگه. آه من مثلا 6 ماه خوندم، یک سال خوندم، من باید الان قبول کنم این 6 ماه من، این یک سال من هدر رفت، برم دوباره اون رشته رو بخونم که دوستش دارم، برم اون رشته رو بخونم که میتونم توش موفق باشم. یا تو مسیر زندگیمون همینطور. ببینید من این مثال ها رو چرا میذارم، میخوام درک کنیم، درک درستی داشته باشیم که وقتی ما میگیم ضرر رو باید قبول کنیم، اشتباه رو باید قبول کنیم تا بتونیم به موفقیت و به فایده برسیم یعنی چی. حالا همین رو شما بذارید تو ترید کردن، ما شما یه پوزیشن رو باز میکنیم، بچه این نکته بسیار بسیار مهم، خواهش میکنم اینو رعایت کنید، یعنی تو بحث مدیریت ریسک و تو بحث مدیریت سرمایه، قبول کردن ضررها، قبول کردن ضررها و اطمینان نسبت به آینده، اینا چیزیه که تفاوت قائل میشه، یعنی در واقع یکی از اون خطهایی هستش که این طرف یا اون طرف بودن این خط میتونه موفقیت یا عدم موفقیت شما رو در این بیزنس کاملا مشخص کنه. به همین دلیل هم هستش که چند دقیقه است روی مسئله دارم صحبت میکنم، چند تا مثال مختلف میزنم، اینو باید دقت کنید. بعضی مواقع در زندگی مثل ترید، باید بعضی مواقع در ترید مثل زندگی، ما باید اون خطایی که در اون قرار داریم یا خطایی که در گذشته انجام دادیم، ریسکی که کردیم، ضرری که کردیم رو باید قبول کنیم و ازش بگذریم تا بتونیم پوزیشن جدید باز کنیم. شما اگه مثلا پوزیشنتون ضرره، تو 5 دلار 10 دلار 20 دلار 500 دلار ضرره، اگر اون 500 دلار 1000 دلار 200 دلار ضرر رو قبول نکنید و پوزیشن رو نبندید، نمیتونید پوزیشن جدید باز کنید، و اگر اونو نبندید احتمال اون همینطوری بره منفی بشه و حسابتون بسته بشه. این نکته رو ما باید چیکار کنیم؟ ما باید دقت کنیم، یعنی بعضی مواقع باید جلوی ضرر رو چیکار کرد، در یک حدی گرفت. یه مثال ساده تر، شما یه خونه دارید میخواید مبلمان خونه رو عوض کنید، تا وقتی که این مبلمان قدیمیتون تو خونه هست که نمیتونید مبلمان جدید بیارید. چرا؟ چون همین که جا ندارید، باید اینا رو بندازید بیرون. وقتی این مبلمان انداختید بیرون، مبلمان جدید میتونه بیاد تو خونه. شما باید یک فضا آزاد کنید. فضا آزاد کردن مثل مارجین آزاد کردنه، یعنی شما باید این مارجین آزاد کنید تا بتونید پوزیشن جدید باز کنید. این مثال ها برای درک بهتره. شما باید تو ذهنتون چیکار کنید؟ یه فضا آزاد کنید. باید میخواید یک زندگی جدید شروع کنید، میخواید یک پوزیشن جدید شروع کنید، میخواید یک رشته جدید شروع کنید، میخواید یک رابطه جدید شروع کنید، هر چیزی. اون قبلی
پوزیشن قبلی رو دیلیت کنید، کات کنید، بذارید کنار. 5 دلار ضرر کردید، 500 دلار ضرر کردید، 1000 دلار ضرر کردید، ضرر رو بکنید، بذارید کنار، قبول کنید اون رو که بوده ولی تموم شده. الان من میخوام وارد پوزیشن جدید بشم. خب این پوزیشن جدید محاسبه ریسک جدید داره، این پوزیشن جدید محاسبه سرمایه جدید داره، پوزیشن جدید تحلیل جدید داره که هیچ ربطی به اون قبلی نداره. یعنی ما اون ضرر قد باید بذاریم کنار و وقتی وارد یک پوزیشن جدید میشیم باید چیکار کنیم؟ باید همه چیز رو از اول بسنجیم، همه اون درصد ضررمون رو، درصد ریسکمون رو، مدیریت سرمایه‌مون رو و همه اینا رو دوباره از اول بسنجیم و شروع کنیم. نسبت بین ریسک و پاداش بعضی وقتا بعد روی فرمول‌های گذاشته میشه. مثلا من قبلا در این مورد صحبت کردم، مثلا میگن که حتما باید حداقل 1:3 باشه، 1:5 باشه تا شما فایده کنید. نه، لزوما 1:3، 1:5، 1:10 لزوما این نیست. ما بعضی وقتا باید میزان ریسک و ریواردمون یا ریسک و پاداشمون میتونه 1:2 باشه، 1:1.5 باشه. اینا هم گزینه‌های خیلی پرطرفداری هستن. یعنی شما اگر مثلا 50 پیپ ضرر احساس در نظر میگیرید، میتونید 50 پیپ تک پروفیت در نظر بگیرید اگر تحلیلتون درست باشه. این مسئله، یعنی ببینید اینها قبل میخوام بگم که اینها قوانین این مثلا نسبت ریسک به ریوارد، این چیز ساده، چیز ثابت نیستن که ما بگیم که حتما باید ببینم وحی الهیه دیگه، باید حتما 1:3 باشه. چون اینو من خیلی زیاد شنیدم، دارم تاکید میکنم که وحی حتما باید 1:3 باشه، حتما باید 1:5 باشه. این قانون ها نیست. ریسک و ریواردتون شما بر اساس سطوح مهم باید بسنجید، بر اساس سطوح کلیدی باید بسنجید، باید بر اساس سطوح مقاومت که حساسی که داریم، سطوح مقاومتی که داریم، سطوح حمایتی که داریم، بیاید بعد بر اساس اونها بسنجید. یعنی تحلیل درست میشه اون، نه اینکه حتما یه قانون بذاریم بگیم حتما باید 1:3 باشه، پس چند پیک رفته تو فایده، چند پیک تو ضرر شد، من تک پروفیت هم میشه. نه، کاری نداشته باشید اون نسبت رو. تحلیل درست اگر انجام بدید میشه خب این سطوحی که کلیدی اینه، مثلا پس مثلا اگر خرید کردم تیک پروفیت من میشه مقاومت اولم، تیک پروفیت دومم میشه مقاومت دومم. یعنی بر اساس سطوح مقاومت یا بر اساس سطوح کلیدی باید اون تیک پروفیت ها رو بسنجید. این هاست که به شما مک میکنه چیکار کنید. این هاست که تفاوت قائل میشه بین یک فردی که تازه این بیزنس رو شروع کرده با یک فردی که مدت هاست و تجربه داره و موفقه و از این بیزنس رو پول در میاره. ببینید یه نکته دیگه که ما باید در نظر بگیریم، حالا این نکات حالا مهمه، حالا بذارید یه کاری دیگه بکنیم، قدم به قدم بریم تا ببینیم که مدت پوزیشن ها، مثلا یه پوزیشن میخوایم باز کنیم، مدت ریسکمون در واقع تو اون پوزیشن ها باید به چه صورت شه. ببینید اول اصلا میزان سرمایه واقعی خودتون رو باید مشخص کنید. سرمایه واقعی که دارم میگم به خاطر اینکه بعضی از بچه‌ها از بونوس ها استفاده میکنن، بونوس ها قابل معامله نیستن. یه موقع اگر از بونوس استفاده میکنید، یک موقع اگر بونوس استفاده میکنید، بونوس رو از چیز استفاده، بونوس رو از چی میگم بهش، تو حجم سرمایه معاملاتتون استفاده محاسبه نکنید. مثلا اگر شما 1000 دلار دپوزیت دارید، 1000 دلار هم بونوس گرفتید میشه 2000 دلار، شما سرمایه‌تون 1000 دلاره، 2000 دلار نیست. بونوس ها قابل معامله نیستن در هیچ بروکری. اینو در نظر داشته باشید. بونوس ها، حالا بونوس چی هست و چطوری میتونید ازش استفاده کنید، این رو تو ویدیوهای آموزشی که تو کانال یوتیوب داریم میتونید نگاه کنید که بونوس چیه دقیقاً، چطوری باید ازش استفاده کنید، این بحث دیگه است. اما میزان ریسکتون رو بعدش باید در هر پوزیشن شما چطوری مشخص کنید. ریسک یعنی چی؟ ریسک یعنی میزان ضرری که شما میتونید برای از دست دادن در هر معامله متحمل بشید. ما وقتی میگیم شما چقدر میتونید ریسک، یعنی شما میزان ریسک شما چقدره، ریسک میشه ماکسیموم ضرری که من میتونم تحمل کنم، ماکسیموم مبلغی که من میتونم تحمل کنم بدون اینکه حسابم صفر بشه، بدون اینکه به قول شما کال مارجین بشم. این میزان حد اکثر رو در واقع 1 تا 3% به نظر من پیشنهاد من اینه که میزان ریسکتون رو بین 1 تا 3% بذارید. ریسکتون رو بیشتر یا کمتر از این مسئله نکنید. دوستانی که سوال میپرسن اگه اجازه بدید سوالا رو آخر وبینار برمیگردم و به سوالا جواب میدم. سوالاتون اگر بنویسید ممنون میشم، بنویسید من بعد برمیگردم به سوالا جواب میدم. به زبان ساده تر میتونیم بگیم که سعی کنید که پوزیشناتون رو بیشتر از 3% ریسک در هر پوزیشن انتخاب نکنید، بیش از 3% یعنی متعمل نشید، یعنی ماکسیمم مثلا 3% ریسک برای خودتون در هر پوزیشن بذارید. اما این یک فرمولی هستش، من این فرمول رو میگم، میتونید یادداشت کنید، میتونید که اگر بخواید میتونید الان یادداشت کنید، یعنی که روز دوشنبه که فایل پی دی اف رو بچه‌ها براتون میذارن تو کانال یوتیوب، میتونید اونجا فایل پی دی اف رو بردارید و داشته باشید. ببینید مشخص کردن حجم معامله یا ریسکتون رو، باید شما اول میزان درصد ریسکتون رو مشخص کنید، بعد مدیریت ریسکتون رو به این صورت انجام بدید که بیاید مثلا حجم معاملات یا لات سایز شما برابر میشه با حجم سرمایه شما.
ضرب در درصد ریسک در هر پوزیشنتون، اینو تقسیم میکنید به ارزش دلاری هر پیپ ضرب در تعداد پیپ های استاپ لاستون. این یعنی چی؟ بذار من اینو با یه مثال براتون مشخص بزنم. مثلا میگم که سرمایه شما 10,000 دلاره، خب میزان درصد ریسک در هر پوزیشنتون رو گفتیم بین 1 تا 3% انتخاب کنید. حالا برای اینکه محاسباتمون ساده بشه 1% ما میذاریم. 10,000 دلار ضرب در 1% میشه چقدر؟ 100 دلار. یعنی 1% 10,000 دلار میشه 100 دلار. حالا ما میگیم که شما سرمایه‌تون اگر 10,000 دلاره، ما میخوایم مشخص کنیم که حجم پوزیشنی که میخوایم باز کنیم، لات سایزی که میخوایم باز کنیم با چقدر باشه. تقسیم میکنیم به چی؟ ارزش دلاری هر پیپ ضرب در تعداد پیپ های استاپ لاس. ما فرض میکنیم که یورو دلاره، یورو دلار ارزش ارزش دلاری هر پیپش 10 دلاره. شما ارزش ارزش دلاری هر پیپ رو شما میتونید تو وبسایت هات فارکس چیز داره، پیپ ولیو کانت داره، اونجا یه ماشین حسابی داریم که اونجا میتونید بزنید و محاسبه کنید که ارزش هر پیپ چقدره برای نمادهای مختلف. خب ما برای یورو دلار ارزش هر پیپمون میشه چقدر؟ ارزش هر پیپمون میشه 10 دلار. 200 بر، یعنی اگه بخوایم این عدد 200 چطوری به دست اومده، ما گفتیم این تعداد پیپ های استاپ لاسمون چقدره. تعداد پیپ های استاپ لاسمون، مثلا استاپ لاسمون رو مشخص کردیم، تعداد پیپاش 20 دلار، 20 پیپه. هر پیپ 10 دلار ارزش داشته باشه میشه 200. خب شما 100 رو تقسیم بر 200 بکنیم میشه چقدر؟ میشه نیم داد. یعنی شما اگر سرمایه‌تون 10,000 دلاره و استاپ لاس یورو یو اس دی، مثلا یورو یو اس دی میخواید معامله کنید، استاپ لاستون 20 پیپ استاپ لاس دارید، سرمایه‌تون 10,000 دلاره، باید حجم سرمایه‌تون چقدر باشه؟ نیم لات. اگه بخواید 1% ریسک کنید. ببینید این میشه محاسبه، این میشه فرمول محاسبه. حالا این استاپ لاس رو چطوری باید مشخص کنید؟ عرض کردم خدمتتون، مشخص کردن استاپ لاس رو تک بروکر، حالا چیزی که ما مبحثی که ما قبلا در موردش صحبت کردیم که چطوری استاپ لاس رو درست مشخص کنیم، چطوری تک پروفیت درست مشخص کنیم، اینا رو قبلا در موردش صحبت کردیم که حالا میتونید تو وبینار دیگه نگاه کنید. ما چون موضوع وبینارمون دیگه تعیین کردن استاپ لاس تک پروفیت نیست، موضوع وبینارمون در مورد اینه که حالا که استاپ لاس و تک پروفیتمون رو تعیین کردیم، مثلا میدونیم استاپ لاسمون 20 پیپه، باید پوزیشنمون چطوری مدیریت بشه، ریسکمون در پوزیشن چطوری مدیریت بشه. ببینید یه نکته که فقط اینجا من بگم، درصد 1 تا 3% ریسک اگر شما کنید مثلا میشه 20 پیپ، استاپ لاستون 20 پیپ، شما میزان تک پروفیتتون مثلا میشه 35 پیپ. ببینید این یعنی چی؟ ببینید بحث اینه که استاپ لاستون رو حالا مثلا تک پروفیتتون رو هر چقدر که میخواید مشخص کنید یه بحث دیگه است، اما نکته که وجود داره اینه که نه وابسته از اینکه تعداد پیپ های استاپ لاس شما کجاست، میزان درصد ریسکتون رو تغییر ندید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر میزان درصد ریسکتون مثلا میخواید ببینید 1 تا 3% باشه، حالا استاپ لاس وقتی مشخص میکنید که درصد ریسکتون ببینید 1 تا 3%، اون نباید استاپ لاس شما رو مشخص کنه. استاپ لاس شما باید بر اساس چی مشخص بشه؟ استاپ لاس شما یه بحث جداست. استاپ لاس شما باید بر اساس میزان، یعنی ببینید این چه یعنی چی، بذارید برای اینکه اینو به این صورت توضیح بدم براتون چیزتر باشه، قابل فهم تر باشه، که وقتی میگم اینا نباید تاثیر داشته باشن رو هم دیگه یعنی چی. مدادو بیاریم، رنگش چیه؟ قرمز. خب ببینید ما مثلا میگیم که این، چرا میگم؟ چون بعضی مثلا میگن که میزان درصد ریسک به فایده شما باید بشه 1:3 مثلا. خب که من با این مسئله مخالفم. چرا؟ چون 1:3 وقتی ما میگیم دیگه میگیم که مثلا اگر اینجا 20 پیپ میخوایم ریسک کنیم، 3 تا 20 پیپ میشه 60 پیپ باید فایده در نظر بگیریم. خب این میشه قانون ثابت. اما این اشتباه از نظر من، این کارو نکنید. شما میزان ریسک و ریواردتون رو 1:3، 1:4، 1 به عدد، هیچ عددی نسبتی در نظر نگیرید. شما وقتی میخواید یه پوزیشن رو باز کنید، مثلا میخواید پوزیشن بای باز کنید، خرید باز کنید، اینجا استاپ لاستون رو بیاید بر اساس سطوح کلیدی مشخص کنید. یعنی شما به جای اینکه بیاید استاپ لاست تک پروفیتتون رو به صورت مشخص کنید، بیاید ببینید سطوح حمایت پایین چیه، سطوح کلیدی پایین چه سطوحی داریم، حمایت های پایین، کلیدی های پایین، اینا چیه، اینا رو که بر اساس اینا باید استاپ لاس رو مشخص کنید. حالا که بر اساس این استاپ لاس رو مشخص کردید، مثلا 20 پی اومدید، مثلا 20 پی پوینتر حمایت اولشه یا حمایت دومشه، حمایت کلیدیه، تا اونجا چقدر فاصله داریم؟ 20 پی. 20 پی داریم. میزان درصد ریسکمون چقدر؟ 1% ما تصمیم گرفتیم ریسک کنیم در هر پوزیشن. اینم هیچ موقع عوض نکنید، 1% در نظر بگیرید، همیشه بر اساس همون بگیرید. 20 پی به 1% میخوام ریسک کنم، 20 پیپ 1% ریسک هم میشه چقدر؟ سرمایه 10,000 دلار، هم مثال که صفحه قبل زدیم، سرمایه 10,000 دلار میشه
این میشه چقدر؟ این میشه 100 دلار. حالا اینو من مشخص کردم، اینو که مشخص کردیم میایم یعنی استاپ لاس تیک پروفیت رو میایم بر اساس استاپ لاس رو بر اساس مشخص میکنیم، بر اساس سوتو کلیدی. حالا تیک پروفیت رو بر اساس چی مشخص میکنیم؟ تیک پروفیت رو میایم بر اساس بعد میبینیم که مقاومت ها مثلا آر 1 آر 2 مقاومت اولمون، مقاومت دوممون، یا نقطه محوریمون، پیوت پوینتمون، نقطه محوریمون کجاست، مقاومت اولمون کجاست، مقاومت دوممون کجاست، سوتو کلیدی کی لول هامون کجاست. ایناست که بر مشخص میکنه که مثلا من بعدش باید بیام چیکار کنم، بعدش باید تیک پروفیتمو کجا بذارم. در کل ما باید به این مسئله دقت بفرمایید، در کل تو چیز تو بحث معاملات دقت بفرمایید که نه وابسته از اینکه تعداد پیپ های استاپ لاس شما چقدره، شما باید حتما چیکار کنید، میزان درصد ریسکتون رو نباید عوض کنید و اون از اون فرمول یک به چند، یک به چند هم نباید استفاده کنید. اما یه چند تا نکته دیگه هم هستش. حالا ما بریم این در مورد مدت ریسک بود، حالا یه مدت ریسک و سرمایه رو بخوام در نظر بگیریم. ببینید اینه که در هر شرطی سعی کنید همزمان دو تا معامله بیشتر در یک همزمان دو تا معامله بیشتر نداشته باشید. نمادی که میخواید با هم معامله کنید رابطه مستقیم یا غیر مستقیم نداشته باشن، مگر اینکه یک فرمول خاصی، یک دلیل خاصی براشون داشته باشید. مثلا وقتی طلا خرید و فروش میکنید، ین خرید و فروش ین به دلار یا یو اس دی جی پی وای دیگه دلار به ین رو انجام ندید. چرا؟ چون اینا رابطه مستقیم، رابطه غیر مستقیم با هم دیگه دارن. یعنی نمادهایی که میخواید خرید و فروش کنید سعی کنید روابطشون طوری نباشه که در رفت و برگشت با هم دیگه تضاد داشته باشن یا همراه هم باشن، که اگر یکی رو اشتباه کردید اون یکی دیگر رو اشتباه نکنید، مگر اینکه عرض کردم خدمتتون که در شرایط خاصی شما مطمئن هستید، یا اینکه مدیریت ریسکتون رو طوری گذاشتید که در هر شرایط میتونه به شما فایده برسونه. اگر معامله‌گر روزانه هستید، روزی بیشتر از 3 تا معامله انجام ندید و گاهی فقط باید بالانس، یعنی روزی 3 تا معامله بیشتر نکنید. چرا؟ چون بعضی وقتا باید فقط بشین بازار رو نگاه کنید، یعنی قرار نیست روز 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا حتما روز 10 تا معامله داشته باشید، روز 2 تا 3 تا 4 تا معامله ماکسیمم داشته باشید، بعدش بشینید بازار رو نگاه کنید، بعدش بشینید تغییرات بازار رو تغییرات بازار رو بسته به اون شرایط بسنجید که چطور بوده، چی شده، اخبار بخونید، یه مقدار تحلیل‌های دیگر رو بخونید که ذهنیت باز داشته باشید، و بعد از اینکه هر معامله رو با هر فایده یا ضرری می‌بندید، معامله جدید رو بلافاصله شروع نکنید. این همیشه من میگم که تو روابطتون رو وقتی با یک رابطتون رو با فردی قبل قطع میکنید، هیچ موقع سریع و بلافاصله وارد رابطه جدید نشید. تو پوزیشن ها هم همینه، شما وقتی که یک پوزیشن رو میبندید بلافاصله وارد یک پوزیشن جدید نشید. چرا؟ چون اون ذهنیتی رو که در پوزیشن قبلی داشتید، در تحلیل قبلی داشتید، اگر بلافاصله بعد از اینکه یک پوزیشن رو میبندید وارد پوزیشن جدید بشید، با همون ذهنیت وارد میشید، بنابراین دوباره میتونید همون اشتباهی رو بکنید که قبلا تو پوزیشن قبلی داشتید که به ضرر شما منتهی شده. این نکته. یا مثلا اگر پوزیشن رو با فایده میبندید، نکته‌ای که وجود داره بلافاصله پوزیشن جدید بخواید باز کنید، از نظر روانشناسی آدرنالینتون بالاست، هیجانتون بالاست، پوزیشن جدیدی که می‌خواید باز کنید دیگه منطقتون میشه اولویت دوم تو ذهنتون، اون هیجانی که برای شما تصمیم می‌گیره، می‌تونید که نکات ریز رو نبینید و اشتباه کنید. برای همین بعد از هر پوزیشن سعی کنید حتما و حتما و حتما یه مقدار به خودتون استراحت بدید، یه مقدار ذهنتون رو فاصله بذارید، برید خبر بیشتری بخونید، برید آنالیز بخونید و بعد پوزیشن جدید باز کنید. دقیقاً این مثال من همیشه میذارم، میگم تو زندگیتون همیشه سعی کنید وقتی از یک رابطه جدا میشید بلافاصله وارد رابطه بعدی نشید، وقتی از دوست پسرتون دوست دخترتون جدا میشید بلافاصله دنبال دوست پسر دوست دختر نگردید، ذهنتون رو یه مقدار استراحت بدید، بذارید استراحت کنه، بذارید دنیا رو بهتر ببینه، بعد که دنیا رو با شرایط و جزئیات بهتر دید بعد وارد پوزیشن جدید بشید، بعد وارد رابطه جدید بشید. این زندگیه، ترید کردن مثل زندگیه، ترید رو مثل زندگیتون اگر نگاه کنید اون موقع میتونید چیکار کنید، اون موقع میتونید قدم به قدم بردید، اون موقع میتونید براتون لذت بخش بشه، اون موقع میتونه براتون شیرین بشه. ترید رو مثل زندگی نگاه کنید و همه اون نکاتی که تو زندگی، تو یک زندگی استاندارد رعایت میکنید، یک زندگی نرمال باید رعایت کنید، همون رو تو ترید هم باید رعایت کنید. قول میدم بهتون میتونید موفق بشید، نه یک بار، هزاران بار و میلیون ها دلار میتونید از این کار پول در بیارید اگر بتونید اینها رو قدم به قدم درست رعایت کنید و دنبال میلیون ها دلار در یک شب نباشید. یک تایم به خودتون بدید، زمان به خودتون بدید و بگید که خب من در عرض 20 سال آینده، 30 سال آینده برنامه‌ام اینه. چطور شما میرید تو یک شغل کار میکنید 30 سال میخواید کار کنید بازنشست بشید؟ اینجا هم همینه، یه برنامه 30 ساله میذارید، میگید خب من در 30 سال آینده برنامه‌ام اینه. این میشه قدم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم اینه و بعد به اینجا میرسم. اما وقتی اینو در مورد کلیت، در مورد مدیریت ریسک، اما وقتی ما میگیم مدیریت سرمایه،
مدیریت سرمایه، مدیریت پوزیشن، در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ ببینید بچه ها، مدیریت، ببینید تا اینجا در مورد مدیریت ریسک اگه سوالی داشتید خیلی کوچولو بپرسید، سوالا نیا کنید تا بعد ببینید در مورد مدیریت سرمایه من یه فرمول کلیدی هم داریم اونجا در مورد صحبت کنیم. سوالی تا اینجا دارید بچه ها؟ پارسا پرسیده که یه توضیح در مورد یک به سه رو توضیح، یک به سه یعنی که مثلا میگن که مثلا من به ازای هر یک پیپی که ریسک میکنم سه پیپ باید فایده کنم، این منظورش از یک به سه یک به دو اینه. پارسا جان چرا بعضی ها از اساتید میگن حرفه‌ای شدید 5% ریسک کنید؟ این درسته؟ من ببینید بچه ها، بس میزان ریسکتون رو میگم که حرفه‌ای بشید 5% یا غیر 5%، اون بستگی به میزان ریسک پذیری شما و تحلیل شما دارید. این هیچ، اینا عدد ثابت نیستن، ما نمیتونیم عدد ثابت بزنیم بگیم شما حرفه‌ای شدین اینقدر ریسک کنید یا کمتر ریسک کنید یا بیشتر ریسک کنید. 5% درصد زیادی، درصد کمی نیست، اما درصد اونقدر زیادی هم که غیر قابل انجام باشه نیست. شما میتونید 5% هم ریسک کنید، اما آره باید تجربه داشته باشید، بدونید دقیقا دارید چی کار میکنید، شرط بازار رو بشناسید، بعدا میتونید میزان بیشتر تا 5% هم ریسک کنید. ولی قبلش حتما سعی کنید که با بازار آشنایی داشته باشید و معاملاتتون رو درست انجام بدید. خب دوستان در مورد بیت کوین سوال پرسن که اجازه بدید محمد جان چون موضوع ربط ارتباط به موضوع نداره آخر وبینار فرصت شد در مورد بیت کوین هم صحبت بکنیم. خب در مورد مدیریت سرمایه، بخشی از سیستم مدیریتی که به شما کنترل میکنه که تعداد، به شما کمک میکنه که تعداد پوزیشناتون رو، حجم پوزیشناتون رو، میزان پوزیشناتون رو بیا چیکار کنید، کنترل کنید. میزان ریسک شما رو برای هر پوزیشن میتونه بررسی کنه، کمک کنه شما اینو یاد بگیرید و درآمدتون در هر پوزیشن رو مشخص کنه. ببینید بچه‌ها، یه نکته که من عرض کردم خدمتتون، یه مثالی، و این مثال یک روزی چند وقت قبل یکی از همین دوستانی که مثل شما در وبینار شرکت میکنن این اسکرین شات رو برای من فرستاده بود و از من پرسید که من چیکار کنم. من وقتی این اسکرین شات رو دیدم اول از همه که تعجب کردم و نفهمیدم که چه اتفاقی افتاده. ببینید این مال زمانی هستش که طلا 1415 دلار بود و داشت کم کم میرفت بالا، یعنی از 1400 کمتر دیگه، چون در 1415 دلار ایشون آردی اینقدر ضرر داشتن، یعنی از 1400 دلار احتمالاً این دوستمون فروش رو شروع کردن، طلا 1400 دلار بوده داشته میرفته بالا، ایشون فروش کرده 415 فروش کرده، رفته بالاتر شده 435، بازم فروخته 450 شده، بازم فروخته 463 شده، فروخته 1513 شده، بازم فروخته. میبینید نکته ای که وجود داره اینه که وقتی ما میبینیم که این بنده خدا هر چقدر قیمت رفته بالا این اومده فروش انجام داده، به جای اینکه خب روند رو تشخیص بده و بیاد در جهت روند حرکت کنه، اشتباهش رو تکرار کرده. اینجا ما چند تا نکته داریم که باید این درس بشه برامون. نکته اول اینه که ما همیشه صحبت کردیم که نباید دو تا سه تا پوزیشن همزمان باز داشته باشیم. خب برای اینکه دو تا سه تا پوزیشن همزمان باز داشتن بیشتر از این باز میشه چیکار کنیم؟ بیشتر از این باز میشه ما تعداد مدیریتمون رو از دست بدیم. خب ایشون الان 1 2 3 1 2 3 4 5 6 تا پوزیشن، فقط 6 تا پوزیشن اینجا باز کردن که همه‌شون هم در ضرره، 242 دلار در ضرر بودن ایشون. خب اولش که پس نکته اول اون دو تا سه تا پوزیشن بیشتر رو رعایت نکردن که مثلا 6 تا پوزیشن باز کردن. نکته دومی که ایشون رعایت نکردن چیه؟ ما اینو میگیم چرا این مثال مثلا اون ادب است که آموختی از بی ادبان لقمان حکیم ها. وقتی اینو نگاه میکنیم متوجه میشیم که آها این دوستمون چه اشتباهی کرده که ما نباید اون اشتباه رو انجام بدیم. درسته؟ الان اینجا خب ما وقتی میبینیم که خب نکته دومی که رعایت نکرده چی بوده؟ نکته دومی که رعایت نکرده این بوده که لج کرده با بازار، یعنی به جای اینکه اشتباه رو قبول کنه، ضرر رو قبول کنه. خب این دوستمون میتونست قبل از اینکه به این قیمت، الان قیمت چند؟ 1503 دلاره. در چند فروختن؟ 1415 دلار. قبل از اینکه به این 1503 دلار برسه میتونست استاپ لاس مشخص کنه با 10 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 15 دلار، چون چیزاش چقدره؟ لات سایزش پایینه. حالا لات سایز خوب رعایت کرده، صفر مای صفر یک مینیمم گذاشته، اما تعداد زیادی گذاشته. چون الان شما اینجا ببینید اگر همین لات سایز رو حتی با مثلا میومد مثلا با 10 دلار 15 دلار اختلاف چیز میبست،
اختلاف قیمت میبست 10 15 دلار ضرر میکرد. 10 15 دلار ضرر کردن خب خیلی بهتر بود تا 242 دلار. ایشون تو این قیمت بس و این پوزیشن رو قبل از که ببنده برای من ارسال کرده بود اینو، خب با 242 دلار پوزیشنی که میتونست با 10 دلار 15 دلار ریسک رو قبول کنه، شکست رو قبول کنه، اونجا ببنده در 15 دلار و روند رو درست تشخیص بده و بعد از اون دیگه به جای اینکه بفروشه یه خرید انجام میداد و میومد که میتونست همین اون 5 دلار 10 دلار رو هم در جریان این روند صعودی فایده کنه، اینو از دست داده. ببینید این رو شما رعایت کنید خواهشن که شما دیگه این اشتباه ایشون رو انجام ندید. خب این یه مثال همون بحث چی بود، لقمان حکیم بود که خواستم که در جریان باشید. من سالهاست مدت هاست که این دوستمون فرستادم، حالا یکی از بچه‌ها تو وبینار شرکت می‌کردن فرستادم و من اینو به عنوان مثال نگه داشتم و همیشه سعی ازش نگهداری کنم. مثال واقعی بود که افتاد، مثال واقعی که افتاده در یک حساب واقعی که افتاده برای بچه‌ها و خوبه که بدونید چیکار دارید می‌کنید. ببینید وقتی ما یک اشتباهی رو همونطور که عرض کردم اشتباهی رو انجام میدیم، اگر اون اشتباه رو هی تکرار کنیم خب مسلما به همون مسیری میریم که در اشتباه اول رفتیم. بنابراین ما اشتباهمون رو باید چیکار کنیم؟ قبول کنیم یه پوزیشن اشتباه بوده، ضرر شده، خب فدای سرت این پوزیشن اشتباه، ضرر رو میبندم میرم پوزیشن بعدی، دیگه با بازار لجبازی نکنیم. ببینید اما در مورد بحث فرمول این مدیریت سرمایه بود، من یه فرمولی هم هستش برای مدیریت بخش مدیریت ریسک بود، من یه فرمولی هم هست برای مدیریت سرمایه، اینم میگم بچه‌ای که قبلا تو لایف ها بودن یا تو وبینار بودن شاید این چیز رو این فرمول شنیده باشن. این فرمولی هستش که من بر اساس تجربه خودم به دست آوردم، خودم استفاده کردم و استفاده میکنم و به نظر من فرمولی هستش که میتونه کمکتون کنه، اگر درست انجام بدید میتونه کمکتون کنه که موفق بشید. ببینید تو چیز مدیریت سرمایه‌ای که دارید، من همیشه میگم که فقط سعی کنید با 25 درصد سرمایه‌تون معامله کنید. این 25 درصد سرمایه رو میتونیم یه فرمول گذاشته هم میتونیم چیز کنیم. حالا بذارید من این صفحه رو بیارم اینجا قشنگ به جزئیات براتون نوشتم. ببینید این 25 درصد رو میتونید چیکار کنید؟ این 25 درصد رو میتونید، یعنی 25 درصد سرمایه رو میگیم صد باش معامله کنید، یعنی چطوری؟ فرض میکنیم که شما 10000 دلار پول دارید، این 10000 دلار رو وارد والتتون میکنید، شد 10000 دلار دارید. این 10000 دلار رو تقسیم به دو قسمت بکنید، 5000 دلارش رو تو والت نگه دارید، 5000 دلارش رو ببرید توی حساب معاملاتیتون. اون 5000 دلاری که در حساب معاملاتیتون دارید رو دو قسمت کنید، 2500 و 2500. با چقدر معامله میکنید؟ 2500. یعنی این ریسک اینجا بر اساس این فرمول که حالا شما میخواید حجم سرمایه‌تون رو بذارید، دیگه سرمایه شما 10000 دلار نیست، چقدره؟ 2500 دلار. اگه 100 دلار میشه 25 دلار، 1000 دلار میشه 250 دلار. پس حجم سرمایه شما شاید میشه 25 درصد. 25 درصد از سرمایه‌تون. اما 25 درصد رو چیکار میکنید؟ اون 25 درصد رو در واقع 50 درصدش رو تو حساب معاملاتیتون دارید، 50 درصدش رو تو والتتون دارید. حالا میاد با 25 درصدش، یعنی با 2500 دلارش معامله میکنید. 2500 دلار دیگه چیه؟ 2500 دلار دیگه دوم برای اشتباهات احتمالی. بعضی وقتا میگم ما به همه ما آدمیم، امکان داره اشتباه کنیم، امکان داره مارجینمون رو درست محاسبه نکرده باشیم. اون 2500 دلار دومی که ما در نظر نمیگیریم در معاملاتمون، اون میشه ساپورت یا اسپانسر اشتباهات گاهی ما. یا نه همیشه اشتباهات، گاهی وقتا اون برای اونه که باشه، برای موقعیت‌های خاص، برای پوزیشن‌های خاص، برای شرایط خاص. مثلا یه دفعه توی بازار یه دفعه شرط خاص ایجاد میشه، شرط خاص ایجاد میشه. مثلا میگم مثال هفته قبل، دو هفته قبل شرط خاصی که ایجاد شده بود، شرط خاصی که ایجاد شده بود برای یکی از مشتریای ما که صحبت میکردیم با هم دیگه، سهام توییتر، مثال بونونی، مثال سهام توییتر یه دفعه از 54 دلار اومد به 39 دلار، به 40 دلار. خب این میشه شرط خاص، یه دفعه از 54 دلار تو یه روز به خاطر یک خبری سقوط کرد به 39 دلار. خب اون اتفاقی وقتی میفته چی میشه؟ شما اگر مارجین آزادی داشته باشید جایی، میتونید در این شرط چیکار کنید؟ استفاده کنید و اوکی این شرط رو چیکار کنید؟ از این شرط استفاده کنید. الان موقعیت خوبی به وجود اومده، بنا به این دلیل این ریزشی که بوده آنی بوده، من الان میتونم چیکار کنم؟ الان میتونم تو قیمت پایین بخرم. خب مشتری ما تو قیمت خرید، اومد پایین، تو قیمت 40 تا 42 دلار دقیقاً در مثل محدوده قیمت خرید کردن، الان کشته 46 47 دلار در عرض 3 4 هفته. خب ببینید اینها به این میشه شرایط خاص. پس ما بعضی وقتا ما باید مارجینمون رو چیکار کنیم؟ ما باید مارجینمون رو نگه داریم برای شرایط خاص. یک بخشی از مارجین ما
2500 دلار ما میمونه برای حمایت اشتباهات احتمالی و استفاده از شرایط خاص معاملاتی. این میشه شرط خاص. این شد پس چقدر؟ این شد 2500 دلار ما از اون 5000 دلار، از اون 10000 دلار 5000 دلار تو والد داریم، 2500 دلار 5000 دلار تو والد داریم، 5000 دلار توی حساب معاملاتیمون، تریدینگ اکانتمون. اون تریدینگ اکانتمون رو ما بر اساس چقدر محاسبه می‌کنیم؟ 2500 دلار. یعنی هر پوزیشن رو که می‌خوایم باز کنیم، فرض ما بر این است که حساب من، دپوزیت من چقدر است؟ 2500 دلار. حالا در انتهای اگر معامله‌گر روزانه هستید یا اسکالپر هستید یا معامله‌گر روزانه هستید، آخر هر روز در اون تریدینگ اکانت شما هر چی بیشتر از 5000 دلار شده رو منتقل کنید به والدتون. مثلا امروز معامله کردید، اون 5000 دلار شما شده 5050 دلار. اون 50 دلار رو چیکار می‌کنید؟ منتقل می‌کنید به والدتون. الان دیگه تو حسابتون دوباره چقدر دارید؟ 5000 دلار. دوباره 2500 دلارش قابل معامله است و و و همین فرمول رو میخواد، همین فرمول رو با چیکار کنید؟ همین فرمول رو ادامه بدید. همین فرمول رو ادامه بدید. اما اگر ضرر کردید در انتهای یه روز چی؟ در انتهای یه روز ضرر کردید، آیا باید از والدتون منتقل کنید؟ خیر. ضرر کردید، از والد منتقل نمی‌کنید. فردا یه روز جدید، پوزیشن‌های جدید، معاملات جدید تا اونو برسونید دوباره به 5000 دلار. یعنی هیچ موقع مسیر برعکس بعد از اینکه این کارو کردید، مسیر برعکس وارد کردن از والد به تریدینگ اکانت رو نرید. همیشه سعی کنید از تریدینگ اکانت پول منتقل کنید به والدتون که ذهنیتتون ببینید بچه‌ها، من وقتی میگم این کار کار ذهنیه یعنی چی؟ یعنی ذهنیت شما باید به برنده شدن عادت کنه. این خالی کردن، این انتقال، حتی اگه یک دلار فایده کردید منتقل کنید. این مسئله، یعنی اگه شما اگه یک دلار هم که فایده کردید امروز، در نهایت مثلا 50 دلار فایده کردید، 49 دلار ضرر کردید، در نهایت مثلا شما یک دلار شده فایده شما، شده 5000 دلار، شده 5001 دلار. تو همون یک دلار رو از تریدینگ اکانتتون منتقل کنید به والدتون. چرا؟ اون یک دلار یک دلار نیست، اون یک دلار ذهنیت ثروتمند شدنه، اون یک دلار ذهنیت برنده شدنه، اون یک دلار به شما اون ما دو تا ذهن داریم دیگه، یک ذهن خودآگاه داریم، یک ذهن ناخودآگاه داریم. اون یک دلار ذهن ناخودآگاه شماست، چون ذهن ناخودآگاه مثل بحث روانشناسی که اینجا مهمه ما باید اینو بدونیم. ببینید ما میگیم ذهن ناخودآگاه مثل یه غول احمقه. قول احمق اصلا عدد نمیفهمه، قول احمق مسیر میفهمه. ما وقتی اون یک دلار رو میبریم، اون قول احمقی که بسیار بسیار قدرتمنده ولی احمقه، ولی فقط زور زیادی داره، اون میفهمه که موفق شده، قوی شده، بنابراین زور میگیره، انرژی میگیره، توان میگیره. اون میشه ذهنیت سازی. پس حتی در آخر روز معاملاتیتون هر چقدر که فایده شده از حساب معاملاتیتون منتقل کنید به حساب والدتون، با اون نگه ندارید در حساب معاملاتیتون. خب من الان 5000 دلار دارم، امروز 5 دلار فایده کردم، فردا 100 دلار فایده کردم، یه روز دیگه 20 دلار فایده کردم، یه روز دیگه 200 دلار فایده کردم، حالا میزان فایده که امکان پوزیشن های مختلف، در انتهای روز این تیکه تیکه فایده‌مو، چه 1 دلار، چه 1000 دلار، چه 200 دلار، هر چقدر که هست، اینا رو منتقل کردم به والدم. در یک بازه زمانی که حالا میتونه بسته به شرایط معاملاتی شما، بسته به تجربه شما، اون 5000 دلار دومتون که تو والدتون بوده به عنوان گارانتی، به عنوانی که اونجا باشه، به عنوانی که امنیت بده به شما، حس کانفیدنس، راحتی بشه به شما بده، اعتماد به نفس به شما بده، اون 5000 دلار تو والد کارش اعتماد به نفس دادن به شماست. اینه که شما اعتماد به نفس، حالا اون 5000 دلار برای یکی شاید 50 دلار باشه، 50% سرمایه شده، شاید 100 دلار 50 دلارش اونجاست، برای یکی شاید 500 دلاره، برای یکی 5000 دلاره، برای یکی 50000 دلاره. من چی میگم؟ یعنی اون میشه نصف سرمایه شما. اون نصف، حالا این 5000 دلار یه مثاله، این فرمول رو درصدش رو شما رعایت کنید. حالا اون 50 درصدی که اونجاست که حالا ما تو این مثالمون فرض کردیم که 5000 دلاره، اون 5000 دلار به شما چی میده؟ به شما امنیت میده، به شما حس امنیت میده. این حس امنیته که به شما اجازه میده درست فکر کنید. ببینید این تو زندگی هم همینا، ما تا زمانی که در زندگیمون یک حس امنیت داریم، امنیت شغلی، امنیت مالی، امنیت احساسی، وقتی این امنیت رو حس میکنیم، اون موقع میتونیم زیبا باشیم، اون موقع میتونیم تلاش کنیم، اون موقع میتونیم کریتیو، خلاق باشیم. این در معاملات هم همینه. چرا من میگم 50% پولتون رو تو والد نگه دارید باش کار نکنید؟ چرا؟ چون به شما حس امنیت میده. وقتی حس امنیت دارید میتونید درست فکر کنید، میتونید با آرامش فکر کنید، میتونید وقتی میخواید پوزیشن جدید باز کنید، اون پوزیشنتون رو با عشق باز کنید، با اطمینان باز کنید، اون پوزیشن رو بتونید مطمئن بشید که من برنده میشم. چرا؟ مهم نیست، حالا ضررم کردم، اینقدر هنوز اونجا پول دارم. این میشه کانفیدنس، این میشه اون احساس آرامش که شما نیاز دارید داشته باشید تا تصمیم درست بگیرید. حالا اون
50% شما که اونجاست، که حالا مثلا توی مثالمون 2500 دلاره، با این مبالغی که من از اینجا وارد میکنم میشه 2500، 10 دلار، 20 دلار، 2500، 30 دلار، تا اون میشه چقدر؟ بخشید اون 5000 دلار با این مبالغ که اینجا وارد میکنم 5000 دلار، کم کم میشه چقدر؟ کم کم میشه 10000 دلار. حالا اون 5000 دلار من شد چقدر؟ شد 10000 دلار. در واقع من 5000 دلار فایده کردم. الان مجموع پولی که دارم چقدره؟ 5000 دلار اینجا دارم، 5000 دلار اینجا داشتم، 5000 دلار تو حساب معاملاتیم 10000 دلار. الانم که این تو حساب معاملاتیم شده 15000 تا، یعنی 10000 تا، یعنی مجموعا چقدر دارم؟ 15000 دلار. 5000 دلار من شده فایده. این 5000 دلار من با چیکار کنم؟ 50%شو برمیگردونم به حساب معاملاتی، 50%، یعنی 50%شو به سرمایه اولیه اضافه میکنم، 50%شو میرم چیکار میکنم؟ از حساب خارج میکنم. 2500 دلارش از حساب خارج میکنم، زندگیمو باهاش میگذرونم، کار میکنم. چرا؟ چون ما داریم معامله میکنیم برای اینکه زندگی کنیم دیگه. 50% دیگه هم چیکار میکنم؟ از حساب اون فایده، از حسابم خارج میکنم. این میشه فرمولی که شما رو میتونه موفق کنه. حالا دیگه شما سرمایه اولیتون چقدر؟ 12500. همه این کارها رو، همین مسیر رو، یعنی تا اینجا که رسیدید همین مسیر رو دوباره چیکار میکنید؟ از اول میرید. این میشه مدیریت سرمایه. این مدیریت سرمایه رو اگر درست رعایت کنید، من به شما قول میدم که در یک بازی زمانی چند ساله، 2 سال، 3 سال، 5 سال تا 10 سال، حتما میتونید از این بیزنس پول خوبی در بیارید و حتما میتونید زندگی خوبی داشته باشید، به شرطی که قوانین رو رعایت کنید، به شرطی که مدیریت سرمایه‌تون رو رعایت کنید، به شرطی که مدیریت ریسکتون رو رعایت کنید. اینا رو که رعایت کنید، قدم به قدم، مرحله به مرحله میتونید چیکار کنید؟ این مرحله مرحله میتونید برید و موفق باشید. فراموش نکنید در نهایت که ما کارمون ریسک کردنه. اگر ریسک نکنیم، تو زبان روسی ما یه ضرب المثل داریم، من بارها ضرب المثل رو گفتم، میگیم که تو نیریسکوی تو نیپیوت شامپانسکی. کسی که ریسک نکنه شامپاین نمیخوره. دیدید توی مسابقات دو چرخ سواری، مسابقات ورزشی مختلف، آخرش این 3 نفری که میرن رو سکو، به اون نفر اول میان یه شامپاین میدن، اون باز میکنه، توی حالا میپاشونه رو خودش و دیگران، اون بازیایی که در میارن اون چیز موفقیتشه، هدیه موفقیتشه. برای همین این ضرب المثل من اونجا اومده که میگن کسی که ریسک نکنه، کسی که تلاش نکنه، ریسک نکنه و تلاش نکنه، در نهایت صاحب شامپاین نمیشه، صاحب موفقیت و شادی نمیشه. اینو اگر انجام بدید و به جای اینکه دنبال فایده تو تک تک معاملاتتون باشید، دنبال نتیجه نهایی باشید، اون موقع کس موفقه. تو زندگیتون از تک تک روزهاتون انتظار نداشته باشید روز خوبی باشه، از تک تک روزهاتون انتظار نداشته باشید درآمد داشته باشید، اون رو انتظار از خودتون داشته باشید که زندگی موفق داشته باشید. تو ترید هم همینه، نیاز نیست همه پوزیشناتون فایده باشه، مهم اینه که در نهایت مدیریت درستی انجام بدید و آخر هفته، آخر ماه تو شرایط مثبت باشید. و اینی که تعداد کمی از این میزان ریسک هم قبول کردن، اینم که دوباره تکرار میکنم که ریسک رو سعی کنید قبول کنید، شکست رو قبول کنید. ما اگر ریسک و شکست رو قبول نکنیم، نمیتونیم قدم بعدی که موفقیت رو برداریم. موضوع تمام شد، صحبتمون تمام شد. من خیلی خلاصه به سوالات جواب بدم و از خدمتتون مرخص بشیم. ضمن اینکه هفته آینده ما در مورد حجم بازار صحبت می‌کنیم و شاخص‌های حجمی، یعنی هفته جلسه هفته آیندهمون در مورد شاخص‌های فنی که حجم بازار رو مشخص می‌کنه در مورد اون صحبت می‌کنیم که چطور از اون استفاده کنیم. بعد هفته بعد از اون در مورد روش‌های، بهترین روش‌ها برای پیدا کردن سطوح ضرر و سطوح فایده رو مشخص می‌کنیم و نوسان بازار چیه، چگونه می‌تونیم در واقع نوسانگیری، به قول زبان ساده چطوری نوسانگیری بکنیم، هم ما در 18 دسامبر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. بریم به سوالا ببینیم که سوالهای شما چی بوده. خب بیت کوینی که محمد آخرش گفتن جواب میدم، خیلی مواقع نسبت به ریسک به ضرر برای من معقولانه نیست، اما از انجام سود خیلی مطمئن هستم، اما باید وارد پوزیشن بشم. ببینید بچه‌ها، عرض کردم ریسک و ضرر رو نسبتش اصلا 1:100، 1:200، 1:300، 1:2، اصلا این قانون رو بذارید کنار. من اصلا و به هیچ وجه من الوجود با این قانون نسبت ریسک به چیز، با این قانون چقدر ریسک برای چقدر ضرر برای تو معاملات موافق نیستم. ریسک سطوح فایده، استاپ لاس و تیک پروفیتتون رو بر اساس سطوح کلیدی، بر اساس سطوح مقاومت انتخاب کنید. اگر سطوح مقاومت و سطوح کلیدیتون درست انتخاب کردید، از تریدتون موفق هستید، اون موقع ریسک به ریواردتون رو مشخص کنید. اما وقتی ما میگیم ریسک به ریوارد، میزان درصد ریسک نیست، درصد ریسک سرمایه‌تون. شما اول میاد ریسک بری، شما اول میاد میزان استاپ لاستون رو مشخص میکنید. بعد از اینکه استاپ لاستون رو مشخص کردید، بر اساس اون قانونی که دارید 1% یا 2% از سرمایه‌تون رو ریسک کنید، بر اساس اون میاد تعداد پوزیشن، یعنی شما در واقع حجم پوزیشنتون رو تغییر میدید، استاپ لاستون رو تغییر نمیدید، تیک پروفیتتون رو تغییر نمیدید. استاپ لاس و تیک پروفیت چیزی که باید در نقاطی که باید باشه هستش. اگر اون رعایت میکنید مشکل نداره انجام بدید. از نظر من، به نظر من اوکیه. پدرام پرسیده که
سپردن سرمایه به سبدگردان به بالا رفتن تجربه کمک میکنه. شما اگر سرمایه‌تون رو به سبدگردان بسپرید که شما تجربه پیدا نمیکنید، سبدگردان تجربه پیدا میکنه. خیر، به تجربه شما، به بالا رفتن تجربه شما کمکی نمیکنه، به بالا رفتن تجربه سبدگردان کمک میکنه. بر اساس تجربه شخصی سیامک گفته و دانشی که از تدریس زیبای شما تحصیل کردن، لطف نظر لطفتونه، باید همیشه به استاپلاس پایبند بود و شکست پذیرفت تا بتونید. دقیقاً استاپلاس چیزی نیستش که قابل تغییر باشه، چیزی نیستش که بتونید ازش چشم بپوشونید. واقعا از فرمول زیباتون لذت بردم و الان بعد مدت‌ها 2 ماهی میشه با استفاده از اون، نه تنها ضرر کردم بلکه در عرض 2 ماه 100% اکانتمو رشد دادم. امیدوارم که این فرموله به دردتون خورده باشه و امیدوارم حالا همونطور که میفهمید فایده براتون داشته باشه و در ادامه هم ضرر که نکردم که 100% فایده هم داشتم. خیلی هم عالی. من الان $500 دارم، یعنی $250 وارد حساب شخصی میکنم. از $250 $500 دارید، $250 وارد تریدینگ اکانتتون بکنید. از اون $250 $125 نه $500 دارید. از اون $500 پارسا ببین اینطوری $500 دارید، از اون $500 $250 تو بوند نگه میدارید، $250 میبرید تو تریدینگ اکانتتون. تو اون تریدینگ اکانتتون چقدر دارید؟ $250. ولی بر اساس، ولی وقتی که میخواید پوزیشن باز کنید، بر اساس محاسباتتون رو بر اساس $125 حساب کنید. ببینید اینطوری، بذار من مدادم کنم. $500 دارید، این $500 تقسیم بر 2 قسمت میشه. $250 میشه والت، میمونه تو والتتون. $250 میره کجا؟ توی تریدینگ اکانت. خب، یا حساب معاملاتی. حالا تو حساب معاملاتیتون شما $250 دارید، ولی تو محاسباتتون، تو اون فرمولی که گفتم، فرمولی که برای محاسبه پوزیشن ها بود، تو اون فرمول وقتی میخواید عدد میزان سرمایه‌تون رو وارد کنید که حجم پوزیشنتون رو به دست بیارید، چند وارد میکنید؟ 125. یعنی که بر اساس $125 حساب، فرض کنید که شما $125 پول دارید، بر اساس این $125 خرید و فروش انجام میدید. محمد علی حرف حساب زدید، ممنونم، خواهش میکنم. ابوالفضل تشکر کرده، وبینارها جایی ذخیره میشه، من تازه واردم. آقای سید سال، بله، همه وبینارها ذخیره میشه توی کانال یوتیوب، تو کانال تلگرامی لینکش گذاشته میشه. روزهای دوشنبه این وبینار روز دوشنبه تو تلگرام منتشر میشه، اونجا لینک کانال یوتیوب هستش، میتونید برید و تمام وبینارهای قبلی رو میتونید ببینید. از رو وبسایت خود هاتفارکس هم قسمت وبینارهای گذشته میتونید برید ببینید. فهم تشکر کرده، ممنون از شما هم همینطور. چرا به محض اینکه وارد معامله میشیم ابتدای کار به پیپ منفی روبرو میشیم و کنده با خط ببینید مجید جان، شما به محض اینکه وارد معامله میشید چند پیپ تو ضررید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون اسپرد شما پرداخت میکنه. شما وقتی می خرید و فروش انجام میدید، همیشه بروکرها اسپرد رو در همون لحظه اول از شما میگیرن، برای همین هم همیشه معامله با یک ضرر شروع میشه. با کپی ترید ما تریدها رو میبینیم. شما با کپی ترید میتونید تریدها رو ببینید. منظورتون رو متوجه نشدم مجید. با کپی ترید ما تریدها رو میبینیم. بله، با کپی ترید شما تریدها رو میتونید ببینید. بچه ها اگر سوالتون رو توی یک دوستمون که اگر سوالتون رو توی یک سوالی اگر کاملا کامل بنویسید و بعد ارسال کنید که وسط سوال ها با سوال دیگران قاطی نشه. ایده های شما واقعا عالی بود، تشکر، ممنون از شما هم همینطور. پارسا متوجه شدم، اوکی. در مورد ریزش بیت کوین اجازه بدید این سوال ها تمام بشه، موضوع تمام بشه. مجید تشکر کرده، سید تشکر. خب مجید، من متوجه نشدم شما تیکتی مجید جان، خواهش میکنم اون چیزی که میخوای بنویسی رو کامل بنویس و بعد ارسال کن. سید نفی، محاسبه پوزیشن بیارم اسکرین شات میخوایم بگیرین؟ چشم ازم الان میارم. ضمن این که عرض کردم، شما همونطور که میدونید ما همیشه روی چیز، همیشه روز دوشنبه بچه ها، همیشه روز دوشنبه بچه ها چیز دارن، بچه ها اینو پی دی اف رو کانال تلگرامی منتشر میکنن. شما پی دی اف رو اینجا میتونید رو کانال تلگرام ببینید. کجا بود این محاسبه؟ اینه، این فرمولش. حالا میخواید اسکرین شات بگیرید یا سیو کنید، روز پی دی اف وبینار روز دوشنبه منتشر میشه، میتونید اونجا ببینید.
ولی احتمالا از وبینارهای آینده ما پی دی اف رو به جای اینکه روز دوشنبه منتشر کنیم، پی دی اف رو در خود وبینار منتشر میکنیم، همین همزمان که بچه ها برای اینکه پی دی اف رو به دست بیارن نیاز باشه که در وبینار شرکت کنن. اینه که یعنی اگر در وبینار شرکت کنن پی دی اف رو بتونن داشته باشن. ما از هفته آینده پی دی اف رو فقط در وبینارها منتشر میکنیم و پی دی اف رو برای یعنی پی دی اف اگه بخواید به دست بیارید باید در وبینار شرکت کنید. در این صورت در یوتیوب میتونید چیکار کنید؟ در یوتیوب میتونید اینا رو کانال یوتیوب میتونید فقط ویدیو رو ببینید. خب اما در مورد مجید، منظورم اینه که در زمان کپی ترید ما در متا ترید خودمون پوزیشن ها رو میبینیم در لحظه. بله، در زمانی که کپی ترید انجام میدید، کسی که حسابش رو کپی میکنید، شما پوزیشن ها رو میبینید. مجید جان، در مورد کپی ترید این که چطوری، چی هست، چطوری میتونید استفاده کنید، بهترین روش های استفاده از کپی ترید چیه، تو کانال یوتیوب در مورد کپی ترید 3 تا 4 تا ویدیو هستش، اونها رو لطفا ببینید کامل. اونجا هم کپی ترید رو توضیح دادم. اما سوال آخر در مورد بیت کوین، ببینید بچه ها در مورد بیت کوین من عرض کردم خدمتتون که خب یه رشدی داشت و یه اصلاحی. ما همیشه یه ضرب المثل تو بازار داریم، میگیم که هر کاهشی افزایش داره و هر رشدی ریزش داره. این یه چیز طبیعی بود که بعد از اینکه یک رشد شدید داشتیم ما یه اصلاح داشته باشیم. بچه‌ای که تو لایو روز چهارشنبه شرکت کردن، اگر لایو روز چهارشنبه بودید دقت می‌فهمید که ما تو لایو روز چهارشنبه اونجا گفته بودیم که روز چهارشنبه من 16200 دلار رو به عنوان سطح حمایت مشخص کردم و عرض کردم خدمتتون که ما برای اینکه بیشتر بالاتر بریم یه بار باید 16200 رو تاچ کنیم و خب این اتفاق هم افتاد. حالا اگر روز چهارشنبه در یوتیوب کانال در لایو یوتیوب بودید این مسئله رو اونجا کامل توضیح دادم. اینکه ریزش شدید داشته مثل عرض کردم خدمتتون، توضیح خاصی توضیح چیزی نداره. این روند بازار ما در همه بازارها این کاهش و افزایش رو داریم. ببینید یکی از دلایلی که در چند وقت اخیر ارزهای مجازی کلا رشد کرده بودن به خاطر این اخبار خیلی مثبتی که ما داشتیم، زمین این که اخباری داشتیم که مثلا پیپال ارزهای کیف پول ارزهای مجازی داره اضافه میکنه، یه سری شرکت‌های بیشتری کشورهای بیشتری دارن و همینطور شرکت‌های بیشتری و کشورهای بیشتری دارن به سمت ارزهای مجازی میرن. اما یوتیوب یه ویدیو کامل در مورد نحوه تحلیل و خرید و فروش ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین هستش. اون اگر ببینید، من اونجا عرض کردم خدمتتون که رشد قیمت بیت کوین ارزهای مجازی کلا به چه عواملی بستگی داره، کاهششون به چه عواملی بستگی داره، اونجا کامل در این مورد توضیح دادم. اونا رو اگر ببینید متوجه میشید که ما کاربردها و مسائل مختلفی که داریم تو کانال یوتیوب، اونجا ما اگر اون ببینید میبینید که ما کاربردهای مختلفی که داریم از ارزهای مجازی، که ارزهای مجازی به چه کاربردهایی دارن، چطوری چه چیزایی چه عواملی رو قیمتاشون تاثیر میذاره، اگر اینا رو بخونید اونجا تو همون کانال یوتیوب تو ویدیو هستش، اونا رو ببینید متوجه میشید که ما نباید احساسی معامله کنیم. اگه ما میخوایم ارزهای مجازی رو معامله کنیم مثل هر نماد دیگری یه سری دلیل داره که اون ارز قیمتشون بیشتر میشه یا کمتر میشه و خیلی طبیعیه. خب اون دلایل کاربردیه که اون داریم، قوانینیه که درش تصویب میشه و غیره و غیره. اونا مسلما به دردتون میخوره محمد و سیامکی که پرسیدید، اونا رو ببینید. ضمن اینکه این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت چیز طبیعی بود که روز چهارشنبه براتون کشیده بودم روی کانال یوتیوب، لایو یوتیوب روز چهارشنبه هستش، همچنان روی کانال یوتیوب هستش لایو روز چهارشنبه. اونجا اگر ببینید متوجه منظورم کاملا خواهید شد. در مورد اسپردش پرسیدید که اسپرد بیت کوین بر اساس اسپرد بیت کوین بالا نیستش، اون عددی که شما میبینید اگر وارد کنید میبینید که نه اسپردش خیلی پایینه، بر اساس سنت دلار نیستش اون اسپرد، بله بر اساس سنت شما اگه نگاه کنید اسپردش پایینه، اسپردش اسپرد بالایی نیستش، ولی در کل ارزهای مجازی مقدار اسپردشون از بقیه نمادها بیشتره، اما نه اونقدر زیاد و اون عددی که میبینید یه مقدار شاید گیج کننده باشه و اساس سنت محاسبه میشه، شما رو وارد کنید میبینید که بسیار کم داره. برای اینکه مطمئن بشید چطوری، در یک حساب دمو تست کنید و ببینید که به چه صورته. کانال یوتیوب آدرسش رو آدرس کانال یوتیوب رو میتونید از چیز از رو کانال تلگرام بردید، @proskills_farsi میتونید کانالش رو چیز کنید، میتونید آدرس کانال یوتیوب اونجا بردید یا تو یوتیوب سرچ کنید پروفشنال تریدینگ اسکیلز. اگر سرچ کنید پروفشنال تریدینگ اسکیلز براتون آدرس کانال یوتیوب میاد. خب امیدوارم که به دردتون خورده باشه. سوال آخر
مجید، من مطالب آموزشی زیادی دارم، من باز نمیدونم چطور و از کجا باید شروع کنم و تحلیل انجام بدم. مجید جان، شروع کردن تا زمانی که کنار استخر وایستی نمیتونی شنا یاد بگیری. مطالب آموزشی زیاد دیدی، یه حساب دمو باز کن، و اگر حساب دمو هم باز کردی باهاش کار کردی، برو یه حساب ریل باز کن و با پوزیشن های 0 و 01 با کوچکترین پوزیشن ها شروع کن به معامله کردن. بیشتر از دو تا پوزیشن هیچ موقع باز نکن، 0 و 01 شروع کن، مطمئن باش قدم به قدم یاد میگیری تا وقتی کنار استخر وایستی شنا یاد نمیگیرید. مس عددش در بعضی بروکرها متفاوت، علتش چیه؟ قراردادهای بستگی داره که قرارداد چه تاریخی رو میفروشن. آیا بروکری وجود داره که اسپرد نگیره؟ خیر، امکان نداره بروکری که اسپرد نگیره. 7200 7300 7200 دلار 35 دلار، نمیدونم اینا چی سیامک عددا چی می‌نویسه. خب خیلی خوب، کلاس خصوصی. خیر مجید جان، من در ایران نیستم، ما در ایران هیچ دفتری نداریم و هیچ کلاس خصوصی نداریم. همه آموزش‌های ما به صورت رایگان از کانال یوتیوب قابل دسترسه، اونجا میتونید ببینید. هیچ عددی هم نیاز نیستش که، هیچ مبلغی هم نیاز نیست که پرداخت کنید. یا حق و مس عددش در بعضی بروکرها متفاوت، علتش چی هست؟ عرض کردم قراردادهای مختلف، اون بر اساس نمیدونم حالا کجا شما مثل قیمتش 3 دلار 35 سنت 3 دلار 20 سنت 3 دلار 30 سنت، اونا رو شما میتونید که از بروکری که نوشته 7200 از اونجا بپرسید. واقعا من نمیدونم چرا 7200 یعنی چی، ما همچین چیزی نداریم، باید از همون بروکری که 7200 نوشته بپرسید. مثل قیمتش بین 3 دلار. جهت رفع اشکال، شما هر یوتیوب تو کانال یوتیوب هر سوالی داشتید زیر هر ویدیو، زیر همون ویدیو، هر سوالی داشتید زیر همون ویدیو بنویسید، کانال کامنت های یوتیوب رو من خودم جواب میدم و به سوالاتتون اونجا جواب میدم. قربان شما، موفق باشید و روز دوشنبه با لایو یوتیوب در خدمتتون خواهم بود. دوشنبه هفته آینده رو حیات با ما رو اینجا میبینید. این سوالتون زیاد داشتید، سوال دیگه هم داشتید، میتونید از طریق webinars.ir@hotforex.com بپرسید، اونجا هم بهتون جواب میدم. یا حق و خدا نگهدارتون.